بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک شما فرهیختگان عزیز، در خدمت شما هستیم با ادامه جلسات آموزش صحت قرائت نماز و زیباخوانی اذکار این فریضه الهی. امروز تلفظ حرف وا، تا وا، حرف وا رو میخوایم با هم دیگه تمرین کنیم. حرف وا از حروفی هست که نوک زبانی هست، دقیقاً از همون جایی که ما حرف ول رو تلفظ میکردیم حرف وا هم از همون جا هست. اگر ما حرف ول رو درشتش بکنیم تبدیل میشه به حرف وا، یعنی تفاوتشون اینه که حرف ول نازک و کم حجم ادا میشه و دهان حالت افقی داره هنگام تلفظ. و و وی ذو و و حرف وا دهان حالت عمودی میگیره و درشت و پر حجم تلفظ میشه. وا وا و وا ذالک ظاهر و به همین ترتیب دقت کنید، حرف ذل نازک و حرف ظا درشت و پرحجم. مقایسه ای یک بار حرف ذل رو نازک میگم و بعدش حرف ظا درشت. بعد از من تکرار کنید، و ظا و ظا. به حالت دهان توجه کنید، و ظا ذی ذی ذو ذو ذا ظا ذی ذی ذو ذو ذا ذی ذو ظا ذی ذو. پس حرف ظا همون ذال هست نوک زبانی، ولی درشت و پرحجم و دهان حالت عمودی میگیره، ریشه زبان میل به بالا پیدا میکنه و حرف وا درشت و پرحجم و نوک زبانی تلفظ میشه. بعد از من این مثال ها رو تکرار کنید، مقایسه ای. ببینید، ذل ظل، یه بار با ذل، یه بارم با وا. ذل ظل، ذل ظل. حرف زی زنبور هم مقایسه کنیم، ز و ظ. ببینید، ز و ظ، ز و ظ، ز و ظ. زل با زی زنبور، زل با ذل، ذل با وا، ظل. حالا پشت سر هم میگم، زل ذل ظل. حالا بریم از کار نماز رو با هم تمرین کنیم. در ذکر نورانی رکوع، عظیم عظیم نمیگیم، عظیم. فشار زبان و دندان نباید خیلی زیاد باشه. عظیم 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 عظیم. ربی العظیم، ربی العظیم. تکرار کنید، سبحان ربی العظیم و بحمده. عظیم عظیم. عظیم نمیگیم، عظیم عظیم. سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. عظیم عظیم عظیم. سبحان ربی العظیم و بحمده. اما دقت کنیم که حرف ذال همیشه نازک و کم حجم باشه و حرف ظا
درشت و پرحجم. بعضیا به اشتباه در قرائت نماز گاهی حرف ذال رو درشت میکنن و توپل تلفظ میکنن. ببینید، صراط الذين، صراط الذين، صراط الذين. اگه بگیم صراط الذين اشتباهه. چرا؟ چون حالت درشتی پیدا کرد و نزدیک به ضا میشه. صراط الذين، لذین دهان حالت افقی پیدا میکنه که نازک بشه. صراط الذين، لذین اشتباهه، لذین. صراط الذين انعمت عليهم. در قنوت نماز هم دقت کنید، وقنا عذاب النار. عذاب توی بعضی از سوره هایی هم که شما عزیزان در قرائت نماز از اونها ممکنه استفاده کنید، حرف وا رو تمرین میکنیم. ببینید سوره مبارکه انشراح، الذي انقض ظهرك، 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 الذي انقض ظهرك، ظهرك، ظهرك. سوره مبارکه لیل، ببینید، فانذرتكم نارا تلظى، 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 تلظى نمیگیم، تلظى، تلظى هم نمیگیم، تلظى. نوک زبان متصل میشه به این دندونهای جلو ولی دهان حالت عمودی پیدا میکنه، ریشه زبان میل به بالا که این حرف درشت باشه. تلظى، 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 تلر نمیگیم، تلزه گفته نمیشه، تلظى، تلظى. و سوره مبارکه غاشیه، ببینید، ينظرون افلا ينظرون، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. درود خدا بر همه شما عزیزان. تمرین کنید حتما حرف وا رو.